در حقیقت می بایستی از همه مسلمین خواست و از اونایی که در این زمینه تساهل و تکاهل دارن باید بازخواست کرد. آقا چرا به این مهم توجه ندارید؟ چرا میذارید پیام رهایی بخش دیانت آغشته بشه به عرض به خدمت شما خواسته سیاسی این و آن مدعی گو که صدها سال هم سابقه داره به سوی این سوء استفاده شده باشه توسط سلسله های به اسلام موسوم به خلافت و نوعی رسوبات فرهنگی ایجاد کرده باشه، اینکه مجوز سکوت و سازش مسلمین با چنین سابقه ناپسند تاریخی نیست. خب اگه اجازه بدید من اینجا یک قدم دیگه، قدم توضیحی بردارم که اون چیزی که از این بحث این جلسه ما به طور عام و از این قسمت دوم که سوال جدید شما مثلا که به طور خاص میبایستی نتیجه گرفت، ببینید میبایستی همیشه به پایه ناسازگار بودن دیانت، دیانت عجین در آزادی با حکم، با هر نه با هر نوع اجبار دینی، نه فقط قدرت مطلقه که در ولایت فقیه آمده، با هر نوع اجبار دینی در هر سطحی میبایستی چی؟ میبایستی هوشیار بود، این مرز نبایستی قاطی بشه. دیانت گلیست که اگر از زلال آزادی سیراب شد رشد میکنه و معطر میشه و رنگهای ارغوانیش رو به صورت چشم نواز به جلوه در میاره، در غیر این صورت میسوزه، از ریشه میسوزه و تبدیل میشه به یک مانع ارتجاعی مزاحم پیشرفت تاریخ و پیشرفت بشریت. به این ترتیب گوارای تاریخ مجاهدین که این رسالت رو ایفا کردند و البته خوبه که ما عنایت داشته باشیم که در این مبارزه هنوز راه در پیش داریم، نه تنها هنوز رژیم خمینی ساقط نشده بلکه همون داره که شما اشاره کردید فرهنگ و رسوبات مربوطه و آثار سوئی رو که چه از قدیم وجود داشته چه توسط همین رژیم وجود اومده در قوانین، در سنن، در آداب، در نهادسازی، در گوشه های مختلف جامعه ایران میبایستی اینها همه علاج بشه و به صورت دینی، یعنی آزادانه با آموزش، با تربیت، با هدایت، با افشای پلیدی ها میبایستی رهایی مردم به سامان برسه. با تشکر. این نکته که الان مطرح کردید که به نظرم خیلی دقیق بود، میخواستم به یه خورده تعمیق بیشتری بکنیم با یک سوال، و اینکه آن چه شما الان گفتید، دیدگاهی که الان مطرح کردید، آیا این دیدگاه در پیشوایان گذشته هم سابقه داشته و شما آیا سوابقی از این رو میتونید برای شنوندگان ما بیان کنید؟ منظورم به اصطلاح در این قسمت قضیه در حقیقت اینه که گفتید که استنادی در آیات قرآن به این مسئله در حال حکومت دینی و اجباراتش نیست.